وقتی صحبت از فضا میشه، شاید با خودمون میگیم که ای کاش یه فضانورد میشدم. ولی باید بدونید که زندگی فضانوردا در ایستگاه فضایی اونطوری که تصور میکنیم راحت و آسون نیست. ویدیو رو ببینید. تصور کنید که سوار یه فضاپیما شدید و به فضا پرتاب میشید. پس از 48 ساعت به ایستگاه فضایی رسیدید. پس از این سفر طولانی دوش آب گرم میچسبه، اما در ایستگاه فضایی دوش به اون معنایی که آشنا هستیم وجود نداره. دوش آب گرم که چه عرض شود، اصلا شیر آبی برای دوش وجود نداره. پس یعنی در فضا نظافت نیست؟ چرا هست، اما به شکلی غیر معمول. گفتیم شیر آب وجود نداره. بله درسته، آب اونها پاکتیه که دلیل اون رو هم خواهید فهمید. فضانوردا برای تمیزی موها ابتدا با کمی آب موهاشون رو خیس میکنن. بعد هم مقداری از شامپوی مخصوص رو به موهاشون میزنن و این نوع شامپوها که پس از استفاده حتی نیازی به آب کشی موها نیست، یا اینکه از آب به میزان خیلی کم استفاده میکنن. چون در اونجا تأمین آب یه مشکل اساسیه و حتی قطرات آبی که پخش میشه میتونن به تجهیزات الکترونیکی آسیب برسونن. برای شستشوی سر فقط کافیه از شامپوی مخصوص استفاده کنند و بعد موهای خودشون رو با یه حوله خشک کنن. فضانوردا میگن که این نوع شستشو مثل دوش گرفتن در خونه نیست، اما پس از اون احساس میکنن که تمیز شدن. فضانوردان دیگر قسمت‌های بدنشون رو هم به همین شکل مورد شستشو قرار میدن. خیس کردن با آب ولرم و استفاده از صابون مخصوص و بعد هم خشک کردن بدن با یه حوله. البته برای مردا بهتره که قبل از سفر موهای خودشون رو بتراشن که در این صورت فقط با یه حرکت میتونن سرشون رو تمیز کنن. تصور میکنیم که دوشتون رو گرفتید و حالا خشک کردن حوله خودش یه مکافات دیگه است. حوله خیس رو میچلونید تا آب اضافی اون بریزه، اما پس از چلوندن میبینید که آب به جای ریختن دور حوله میلغزه. پس راه حل چیه؟ فقط کافیه حوله خیس رو در جایی بذارید و منتظر بمونید تا آب اون یواش یواش تبخیر بشه. آبهای اضافه و نم حاصل از تبخیر آبها توسط دستگاه‌های مخصوصی گرفته میشه و برای استفاده مجدد فیلتر میشه و دوباره درون پاکت میره. دوشتون رو گرفتید و احساس تشنگی میکنید، دنبال آب و لیوان میگردید، اما در فضا آب رو نمیتونید در لیوان بنوشید. راه حل استفاده از پاکت‌های آلومینیومی مخصوصیه که برای این کار ساخته شده، درست مثل پاکت‌های آب میوه. میتونید آب رو بمکید یا پاکت رو فشار بدید تا کمی آب از اون خارج بشه. آب به دلیل نبود جاذبه در هوا معلق میمونه و فقط باید اون رو ببلعید و قورتش بدید. حالا تصور کنید که مدتی از استقرار شما در ایستگاه فضایی گذشته و دلتون برای خانواده تنگ شده تا حدی که گریه میکنید. ولی گریه در فضا هم شبیه گریه در دنیا نیست. قطرات اشک به جای این که از گونه ها سرازیر بشن، اطراف چشما جمع میشن و مجبورید اون رو با حوله خشک کنید. در اینجا ممکنه از خودتون بپرسید که وضعیت در مورد رابطه های جنسی فضانوردان چطوره؟ اول بذارید این جریان رو بگیم. دو فضانورد به نام های مارک لی و جین دیویس در سال 1992، یک سال قبل از سفر به فضا، با هم ازدواج کردند. بر اساس قانون ناسا، فضانوردانی که در یک تیم قرار میگیرن نباید زن و شوهر باشن. به همین دلیل هم مارک و جین در دوران آموزش به صورت پنهانی و بدون اطلاع ناسا ازدواج کرده بودند. پیش از اعزام اونها به فضا، مسئولین ناسا فهمیدن که اونها زن و شوهرن. تصمیم گرفته شد تا اونها از لیست کنار گذاشته بشن، اما فرصت کم بود و به جای اونها افراد مناسب پیدا نشد. به این ترتیب مارک و جین اولین و تنها زوجی بودند که به فضا سفر کردند. بعد از این جریان ناسا قوانین ممنوعیت جنسی در فضا رو شدیدتر کرد. همچنان که از این ماجرا هم متوجه شدید، در ایستگاه فضایی هرگز رابطه جنسی وجود نداشته. علاوه بر قوانین سفت و سخت، در تمام نقاط ایستگاه فضایی دوربین گذاشته شده و شبانه روز تحت نظارته.
ولی به نظر میرسه که قانون ممنوعیت رابطه جنسی در فضا به زودی منسوخ خواهد شد، چون قرار در مریخ برای زندگی بشر کلونی ایجاد بشه و انسانهایی که به اون کلونی انتقال داده میشن باید برای ادامه حیات زاد و ولد کنن. خوابیدن در فضا چگونه است؟ خوابیدن در دنیا و در خانه بسیار راحته، اما در فضا به این آسونی ها نیست. اگر هم در جایی دراز بکشید به دلیل نبود نیروی جاذبه باز هم در فضا معلق میمونید. برای خواب در فضا حتی نیاز به اتاق خواب یا جای مخصوص هم ندارید. هر کجایی که هستید میتونید چشماتون رو ببندید و به خواب برید. فقط اگه زیاد اهل تکون خوردن هستید کافی خودتون رو به جایی ببندید تا با دستگاه ها و دیواره فضاپیما برخورد نکنید. البته کابین های مخصوصی برای خواب وجود داره که دیواره های اون پوشش نرم داره و چون پتو یا لحاف هم روی بدن نمیمونه، فضانوردان فقط کیسه خواب مخصوص خودشون رو به تن میکنن و میخوابن. این کیسه خواب باعث میشه تا هم گرم بمونن و هم به اطراف پرواز نکنن. فضانوردان موقع خواب با یه مشکل دیگه هم مواجهن. میزان تشعشع خورشید در فضا بیشتره و برای عصب بینایی مشکل ایجاد میکنه. باعث میشه تا حتی موقع بسته بودن چشم ها نور دیده بشه. اما فضانوردان میگن که در مدت زمان کوتاهی به این نورها عادت میکنن و مشکلی برای اونها محسوب نمیشه. یه موضوع جالبی که فضانوردان فهمیدن اینه که اگر در دنیا چند بار دور خودتون بچرخید و بایستید، همه چیز باز هم تا مدتی دور سرتون به چرخیدن ادامه میدن، چون مایع موجود در گوش داخلی به حرکت خودش ادامه میده و تا وقتی که از حرکت بایسته کمی طول میکشه. اما در فضا هر چقدر هم که دور خودتون بچرخید و بایستید میبینید که چیزی دور سرتون نمیچرخه، چون در فضا مایع گوش داخلی خیلی کم تکون میخوره. فضانوردان چطوری غذا درست میکنن؟ در واقع فضانوردان نیازی نیست برای درست کردن غذا زحمت بکشن. تمام غذاهایی که اونها نیاز دارن به صورت بسته‌بندی شده ارسال و ذخیره میشه. بسته‌بندی‌ها طوریه که هیچ هوا و آبی در غذاها نیست و میتونن تا سالها قابل استفاده باشن. برای خوردن غذا کافی غذای مورد نظر خودشون رو انتخاب کنن و اگه لازم شد کمی آب به اون اضافه کنند و نوش جان کنن. همچنین لازم گفته بشه که هر گونه خوراکی هم برای اونها ارسال نمیشه. مثلا خوراکی هایی از قبیل بیسکویت و نان خشک که موقع خوردن باعث خرد شدن و پخش ذرات اون به اطراف میشه در فضا ممنوعه، چون ذرات معلق غذا میتونه به تجهیزات آسیب برسونه یا حتی موقع تنفس وارد دهان فضانوردا بشه و مشکل خفگی پیش بیاره. بعد از صرف غذا لازمه تا دندونهاتون رو مسواک بزنید. کار مسواک زدن هیچ فرقی با دنیا نداره، جز اینکه فضانوردا نمیتونن خمیر دندان و کف اون رو بیرون تف کنن. برای همین هم اون رو به یه دستمال یا حوله تف میکنن یا اون رو قورتش میدن. خمیر دندون فضانوردا از نوع مخصوصیه که قورت دادن اون برای بدن زیان بخش نیست. توالت کردن هم در فضا کار ساده‌ای نیست. برای همین هم توالت‌های مخصوصی تعبیه شده که مدفوع‌ها رو توسط هواکش‌های ویژه‌ای به درون کیسه‌ای مخصوص می‌کشه، اما ادرار درون یه محفظه مخصوص دیگه خالی میشه. ادرارها تصفیه میشه و برای مصرف دوباره آماده میشه. مدفوع‌ها در یک کابین انبار میشن و با سفر بعدی به زمین فرستاده میشن. فضانوردها بعضن چندین ماه در ایستگاه فضایی میمونن. وقتی به کوتاه کردن مو نیاز داشته باشن از ماشین تراش‌های مخصوصی استفاده میکنن که موهای بریده شده رو مثل جاروبرقی میکشه. کوتاه کردن ناخن‌ها در فضا فرقی با روی زمین نداره، فقط با این تفاوت که ناخن‌هاشون رو در مقابل یه دریچه هواکش کوتاه میکنن. ناخونها به فیلتر جلوی هواکش میچسبه و بعد با چیزی شبیه جاروبرقی گرفته میشه. در فضا به دلیل نبود نیروی جاذبه فضانوردا هیچ گونه وزنی احساس نمی کنن و برای همین هم عضلات اونها به مرور ضعیف میشه. مجبورن روزی 2 ساعت ورزش کنن. همچنان که میبینید نحوه استفاده اونها از آلات ورزشی متفاوته و حتی برای استفاده از تردمیل باید خودشون رو ببندن. همچنان که دیدیم زندگی در فضا اگرچه ممکنه جالب به نظر برسه اما آسون نیست.
آیا حاضرید در فضا زندگی کنید؟